تازه گذاشتم ولی 250,000 بار دیدن دو ساعته. وای وای صداش زیاد کنم ببین چه موزیکی گذاشتم روش، خیلی خوب شده. خوشحال میاد خودم. وای 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 چه بامزه آخه. وای نگاش کن لیلی، ما اومدیم. خوشبختانه هیچ چیش نیست، فقط یه خراش ساده است. به هر کس میگفتم که چجوری ماشین به نیما زده باورش نمیشد، ولی من گفتم بابا آقا نیمای ما پهلوونه، زده سپر یارو رو درب داغون کرده. آقا نیما یه آدم آهنیه. نه وای چقدر کلاش بهش میاد. نه محبو بجون. سلام. چی شده؟ چیزی نشده. چیزی نشده. دیدی لیلی، من گفتم که عمه خانم اگه این صحنه رو ببینه همین واکنش رو نشون میده. آ تو گفتی تبانی کرده بودین با هم. نه عمه خانم تبانی کرده بودین. چی شده عمه؟ ماشین بهت زده؟ نه بابا ماشین بهش نزده، داریم با شما شوخی میکنیم. سورپرایز. ماشین بهت زده. نه من گفتم عمه خانم باور نمیکنه که داریم ما شوخی میکنیم. من آره تو بردی فازه، تو بردی. هی به این دختره میگم بچه ها تو دست این خونه چنون از مرا سارا مادیا بیه پایین. گوش بدی اینجا که بگو بیه پایین. ای بابا من به مامان چی بگم؟ خودتو خیلی درگیرش نکن خاله، کار خودتو بکن. باشه من میرم میگم. داشتم از خیامون رد میشدم که ماشین بهم زد. ماشین بهت زد؟ یعنی قشنگ بهت زد؟ تازه از روش رد شد. تازه از روت رد شد؟ بابا نه از روم که رد نشد، حالا همه من که چیزی نشده. بله خدا بهت رحم کرده، خدا به هممون رحم کرده، بیشتر از همه به اون مادر بیچارت رحم کرده که اگه تورید میشد که بدبخت بود، نابود میشد. اون وقت تا آخر عمر باید میگفت الهی قلم به پام میشکست سفر نمیرفتم، الهی ذلیل میشدم و پامو از این خونه بیرون نمیذاشتم. دیگه حق ندارین از جلوی چشم جون بخورین، دیگه حق ندارین با اون دوتا معاشرت کنین، فهمیدین؟ خدا شکرت. برو اون بر ببینم. وای خدا شکرت، واقعا خدا رحم کرد. آخه عمه تو انقدر داری مشهور میشی، حیف نبود؟ نگاه کن وایسا نشونت دادم، نگاه کن ببین. بیا نگاه کن ببین، این علامت پسندیدنه، 1,000,000 نفر اینو دیدن و پسندیدن، باورتون میشه؟ خوب نیست؟ دیگه حق ندارین بدون اجازه ای من از این خونه بیرون برین. نه باشه، با ما پسری دیوونم هر جایی را نیفتیم برین. این بود بچه ها رو بسپارین به ما؟ اگه بلایی سر این بچه می ایمد جواب پدر مادرش رو چی میخواستین بدین؟ دیگه حق ندارین به این بچه ها نزدیک بشین، مخصوصا شما فاضل خان. فاضل خان خیلی بد شد. البته خیلی هم بد نشده، نباید ناشکری کرد. با ماشین تصادف کرده ولی یه خراش کوچیک برداشته، خدا رو شکر. چجوری تو چشای فرزاد نگاه کنم؟ فایزی جان تقصیر تو نبوده که، اینقدر خودتو سرزنش نکن. نباید تنهاش میذاشتم. حالا محبوب خانومم عصبانیه، چند لحظه دیگه آروم میشه. اگه ببینم طرف بچه اومدی من میدونم و تو. از الان به بعد مسئولیت بچه ها با خودمه، فهمیدی؟ چند ساعت دیگه آروم میشه. ای 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 ماشین بهش زد، از روش رد شد. بیا بگیر. گاهی وقتا نیازه که از این شهر شلوغ و پرهیاهو دور بشی و بعضی صداهای دیگر رو بشنوی، صداهایی که تو این همه هیاهو گم میشن و تو با دور شدن از شهر پیداشون میکنی و میشنویشون. تو اون سفر یک هفتهی من و فرزاد این فرصت رو پیدا کردیم که هم صدای همدیگر رو بشنویم و هم صدای درون خودمون رو، صدای خوشبختی مظلومی رو که در زندگیمون وجود داشته و مدام تقلا میکرده خودش رو به گوش ما برسونه. من تو اون سفر صداهای زیادی رو شنیدم و با شنیدن هر کدومشون حالم بهتر میشد.
صدای عشق و علاقه فرزاد به خودم رو، صدای وجود نیما و سارا در زندگیم رو که با دور شدن ازشون بیشتر این صدا رو میشنیدم و ده ها صدای دیگر رو که در روزهای آخر سفر با خودم عهد کردم همیشه حواسم به این صداها باشه. هرچند که هنوزم صدای تلنگر حسرت‌هایی که داشتم رو میشنیدم، اما یه حرف فرزاد کمکم میکرد آروم بشم. همه ما برای به دست آوردن یه سری چیزای دیگر رو از دست میدیم. به عبارتی ما درست یا غلط انتخاب میکنیم که چی و در ازای چی از دست بدیم. خب بهتر که پای این انتخابامونم وایسیم. بالاخره برگشتیم با یه حال نسبتاً خوب. روزای آخر سفر هیچی نمیخواستم جز این که هرچی زودتر بچه هامو ببینم. سلام خورمونه. سلام امی. خیلی ممنون. دلمون تنگ شد. بچه ها کجا؟ سلام. ببین بلی بیان یه خستگی در بکنید بعد بریم سراغشون. خب بزن اول بریم بچه ها رو ببینیم. نه آخه من میخوام یه ماجرایی براتون تعریف کنم مزدش به اینی که اونا رو ندیده بشتم. بفرمایید بیاین تو، یعنی خوشبخت‌ترین زوج روی زمینین. خدا خیلی دوستتون داره. بیاین بشینیم من یه چایی براتون بریزم تا براتون تعریف کنم. باورتون نمیشه که چقدر خدا دوستتون داره. اگه منظور دیماست که واقعا حق با شماست. شما خبر دارین کی بهتون گفته؟ با ما این چند روز آخر من و فرزاد فقط درگیر همین بودیم. کدوم دهلقی حرف زده؟ نه چیزه، شما نگران نشین، ما طبق همون توافقی که کردیم این کپی رایت نیما مال شماست. عمه باورت نمیشه همسفرامو وقتی فهمیدم من و فرزاد پدر مادر نیماییم نمیدونی چه احترامی بهمون میذاشتن. آره بچه‌م ماشاءالله رو سفیدمون کرد. ولی عمه جان ما این موفقیت ها رو فقط مدیون شما هستیم. یعنی شما بودی که استعداد هنری نیما رو کشف کردی و به دنیا معرفیش کردی. فرزاد راست میگه عمه، یعنی تو را به فرزاد داشتم گفتم ما با وجودی که پدر مادرشیم ولی اینقدر درگیر کارهای خودمون بودیم نتونسته بودیم استعدادش رو کشف کنیم. من واقعا ازت ممنونم. اصلا فکر نمیکردم نیما یه موقع اینقدر معروف و مشهور بشه. این سه روز آخر فقط داشتم جواب تبریک مردم رو میدادم. بیشتر از 1000 نفر من جواب تبریک دادم. حالا اینکه چیزی نیست، اگه بدونین چند روز پیش چه اتفاقی افتاده از خوشحالی بال در میارید. چی چیز شده؟ تو مسابقات توکیو برنده شده. قیمت تابلوش رفته بالا. نه ببینین چی کار کردین که خدا خیلی دوستتون داره. ها یعنی هیچ کدوم اینا نبود دیگه. خب چی شده عمه بگو دیگه. چند روز پیش ماشین میزنه به نیما، نه تنها میزنه که از روش ردم میشه. البته الان سارو ما رو گنده داره با مازیار و سارو بازی میکنه. باورتون میشه آقا فرزان؟ نه همه شما اصلا باورم نمیشه یه آدمی با این سن و سال با این تجربه همچه خبری رو اینجوری به آدم بده. خب خبر خوب رو چجوری میدن؟ چایی ریختم. ماهیله قربونت برم آقا. خودش نمیفهم. خب بابا جان شما کجا رفته بودی؟ با کی؟ آخه تنهایی چجوری رفته بودی؟ برای چی تنها رفتی بیرون؟ تنها نبودیم، اما فاضلم با همون بود. اه؟ فاضلم بود؟ با همون فاضل رفته بودیم خوراکی بگیریم، نیما هم رفته بود دستشویی. خب؟ اما فاضل یه لحظه نگران شد، رفت نیما رو صدا کرد. نیما هم داشت میومد این پیش ما. خب ماشین زد بهش. پسره ابله رو نگاه کن، آخه اینجوری از امانت مردم نگهداری میکنن؟ خب حالا اصلا چیزیه که اتفاق افتاده تموم شده رفته. خدا رو شکر که بچم صحیح و سالم. مل قربونت برم اما خدا رو شکر. و یادته چی گفتم چه خواب بدی دیدم؟ به دلم افتاده بود یه اتفاق بدی میفته دیگه عزیزم. از قدیم میگن حرفو بنداز وسط، صاحب حرف خودش برش میداره. حالا هم حس میکردم صاحب این حرف منم، صاحب این هشدار، صاحب این تلنگر یا هر چی. حس عمیق به من میگفت این پیغامی از طرف خدا برای من. نمیدونم چرا، به هر حال اصلا برام مهم نبود تقصیر کی بوده و چرا اینجوری شده. همین برام کفایت میکرد که نیمای من صحیح و سالمه. لیلی 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 فرزاده زنگ زدی. فرزاده جواب بده. چرا اینجوری میکنی؟ نه نمیتونم. با چه روی جوابشو بدم؟ فازه یعنی چی با چه روی جوابشو بدم؟ این زنگ معمولی نیست، باید شاکیه. شاکیه زنگ خودت. نه بابا نه، منظورم نیست.
بیا اصلا بدش کن. ببین من اگه الان پامیشه میاد بالا، اگه اومد بگو من نیستم، رفتم بیرون، من میرم اتاق. ده نه نه اصلا بدش کن، اتاق نمیرم. اگه میاد من دست کن. ای فاسی، باورم نمیشه توی از یه چیزی فرار کنی. نه 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 لیلی، من فرار نمی کنم، واقعا نمیتونم، خجالت میکشم ازش. چی خجالت میکشی؟ مگه تو باعث شدی که نیمو بره زیر ماشین؟ آره نه میدونم. باشو برو در باز کن. میزنه جواب منو بده. نه الان اومده پشت دره، مطمئنم درن الان این دستون دست میکنه. باش از کجا میتونی؟ بابا میشناسمش، باش بزرگ شدم. باشو برو در باز کن. ببین طوری وانمود کن که داری میری بیرون، فقط نگو من هستم. و باشه باشه. سلام آقا فرزاد، کی اومدین؟ سلام، یه نیم ساعتی میشیم. خوش گذشت؟ بد نبود، جای شما خالی. خدا رو شکر، خوش اومدین. چیز هست؟ فاضل هست؟ فاضل یه ساعت پیش رفت بیرون، کارش داشتین؟ خیلی خانم، واقعا این رسم امانت داریه، اینجوری از بچه مردم مراقبت میکنن؟ آقا فرزاد شما حق دارین شاکی باشین، ولی باور کنیم ما تو نگهداری بچه کوتاهی نکردیم، اون فقط یه اتفاق بود. فقط یه اتفاق بود همین؟ اگه بچه من یه بلای سرش میومد چیکار میخواستیم بکنیم؟ ماشین بهش زده، از روشم رد شده. ولی هیچیش نشده. این عجیب نیست؟ اینکه ماشین به بچه زده هیچیش نشده؟ آقا فرزاد اجازه بدین. من سهل‌انگاری خودم و فاضل رو انکار نمی‌کنم، ولی به نظرم دیگه به جای گله کردن باید خدا رو شکر کنین، الان مهم‌تره. ما الان بدهکارم شدیم به شما دیگه. نه شما بدهکار نشدیم، من چه چیز دیگه دارم میگم. من همون چیزی رو دارم میگم که یکی دو روزه دارم به فاضل میگم، که از شرم شما رفته تا آشپزخونه قایم شده. این چند روز با چی کشیدیم؟ این چه به روز فاضل اومده؟ دو روز پاشو از در خونه بیرون نذاشته، دو شب خواب به چشه هیچ کدوممون نیومده. سلام. چرا گریه میکنی؟ تو چیزی بهش گفتی؟ من فقط یه گلایه کوچیک کردم. لیلی جون گریه نکنیم، فرزادم الان عصبانی یه چیزی میگه واسه خودش. ما از وقتی این ماجرا رو شنیدیم هر دوتامون تو شوکیم. تقصیر شما نیستش که ما خودمونم بودیم ممکن بود همچین اتفاقی بیفته. شما خیلی زحمت بچه ها رو کشیدین توی من معذرت میخوام. بنده برای همیشه بسته شد، دیگه نمیخواد قصه ایچی رو بخوری. باز کن دیگه این سگرمه ها تو، همه چی تموم شد. فازه؟ نه لیلی، حالم خوب نیست. من دوست ندارم تو رو با این حال ببینم، من این کارها رو به خاطر تو کردم. میدونم. فرزاد جانم، عمه بالاخره 5 تا از تابلوهای نیما رو فروخت. بگو چند؟ چند؟ 5 میلیون تومان. 5 میلیون؟ هر تابلو. یعنی 5 تا میشه 25 میلیون؟ 25 تومان. آره فروخت میگی؟ برام نمیشه جور شده. چی؟ همین پول مطب دیگه. چه خوب، از کجا؟ آره ببین همین دیگه، من 20 تومن میخواستم ولی الان 25 تومن جور شده دیگه. فرزاد اصلا رو پول نیما حساب نکنی، عمه میخواد براش حساب باز بکنه، بریزه تو اون حساب براش.
یعنی چه؟ یعنی همین دیگه، تا 18 سالگی هم غیر قابل برداشته. من برم شرسامه نیما رو بدم به همه بیام. ببین عمه خانوم برای چی سر خود بر بچه ما تصمیم گرفته؟ وا یعنی چی؟ نه نه نه، اجازه بده، اجازه بده. من میخوام بدونم که بدونین که با ما هماهنگ کنه، با من تو هماهنگ کنه، بچه رفته تصمیم گرفته. با من هماهنگ کرده؟ خب اجازه بده، اجازه بده. خب با من که هماهنگ نکرد، من آدم نیستم. فرزاد عمه خودش استعداد نیما رو کشف کرده، ما هم بهش اختیار تام دادیم. بله بله، دستش هم درد نکنه، ولی اختیار پولی که قرار گیرمون بیاد که ندادیم. گیرمون بیاد؟ بله بله، گیرمون میاد. حاصله دسترنج پسرم مال منه دیگه. نه نه ببین، منظورم اینه که مال ماست، یعنی مال خانواده ماست. بعدش هم اگه قرار نبوده نیما بزرگ بشه بشه عصای دستمون، حالا این یه خورده انداخته جلوتر، همین الانا شده عصای دستمون. فرزاد اینقدر بچه بازی در نیار، این پول دست من و تو باشه دو روزه به باد میدیم، تو حساب نیما باشه هر سالم یه سودی میاد روش، بعدا یه پشتوانه خوبی واسش میشه. این چه حرفیه میزنی؟ پشتوانه؟ پشتوانه منم که پدرشم، نه چند درقص پولی که میخواد بذاره بانک. بعدش هم نه، اجازه بده، اجازه بده. مگه شما نگفتی که دوست نداری دیگه من دکتر موتوری باشم؟ موتور خطرناکه، با موتور نره این برام. بابا با این پول ما یه مطب شیک میزنیم قشنگ، دو سه ساله 10 برابر 100 برابرش رو در میاریم. اصلا دلم نمیخواد سر این موضوع جر بحث کنم، اصلا. بابا جان یه لحظه اجازه بده، من اصلا ماه به ماه سودشو میریزم به حسابش. فرزاد میگم نمیخوام باهات بحث کنم، تموم. هر پولی که از فروش تابلوی نیما به دست میاد یه راست میره تو حسابش، همین، متوجه شدی؟ بس سلام، میرم شناسمشو برم به همه برمیگردم. نه بابا جان من، نکن این کارو. شیوا شیوا بابا پشتوانه منم. داشتی گذاشته بودم؟ بودم بپوشین دیگه، سرویستون داره دیر میشه. بودم اومد نیما فدا جمعه بزن بود ماما. سارا جونم زود باش دیگه ماما. ماما خود مراقب خودتون باشه. ده دقیقه سونه مراقب خودفز. نیما نرین اون طرف خیابونا، همجا باشین تا سرویستون بیاد. حالش خوبه؟ نه بابا، بچه هم دیشب تا صبح 3 بار از خواب پریده، جیغ کشیده، خواب تصادف میبینه. نیما عمو خوبی؟ نه. آره؟ مگه قرار نشد شما به نزدیک بچه ها نشین؟ نه من فقط داشتم الان با نیما حرف میزدم. نه آقا حرف نداریم، من اون روز از رو عصبانیت که اون حرفا رو نزدم، گفتم یا من یا پدر و مادر بچه ها باید نزدیکشون باشن، همین، مخصوصا نیما. شما حق نداریم بشون نزدیک چیز بریم. مواظب خودتون باشین. محبوب خانم من تو اون تصادف هیچ تقصیری نداشتم. اهمال کردین دیگه آقا، تو مسئولیتی که بهتون داده شده بوده کوتاهی کردی. بله خب الان دارم تقاصشم پس میدم. هیچکس به اندازه من الان از این اتفاق ناراحت نیست. شما با این کارتون دارین عذاب منو بیشتر میکنین. الان فقط نیما برای من مهمه، میخوام کمک کنم ترسی که افتاده به جونش از بین بره، همین. از ابراز نگرانیتون متشکرم، من خودم کمک میکنم ترسش از بین بره. حتما همین کارو بکنید.
فازه؟ فازه؟ سلام، صبح بخیر. داری گریه میکنی؟ نه، یعنی آره، دارم تمرین گریه میکنم. یه چند وقتی بود گریه نکرده بودم، ترسیدم یادم بره. یه جای خوندم گریه کردن علکی مثل خندیدن علکی باز آرامش میشه. بعد گریه کردن خیلی سخته، بعد به خیلی چیزا فکر کنی تا اشک در بیاد. از دیروز تا حالا دارم به یه عالمه چیز فکر میکنم تا الان تونستم دو تا قطره اشک بریزم. به چیا فکر میکنی؟ به خیلی چیزا، مثلا نیما. من فکر میکنم منم هنوز نیما از این تصادف درسیدم. من فکر میکنم اگه یه بلایی سر این بچه میومد من چی کار باید میکردم؟ من اگه یه داغ رو دل فرزاد میذاشتم من چه خاکی باید تو سرم میکردم؟ چی باید بهش میگفتم؟ از این فکر میکنم ما زندگی خیلی شوخی میکردیم. هی زندگی اصلا شوخی نداره، میگیره گوش آدم های جایی میپیچونه. مثل وقتی که داداشم نریمان رو تو 4 سالی که از دست دادم. نریمان؟ تو مگه داداش داشتی؟ هنوزم دارم، پیش مامانم میرست. 5 سال از من کوچیک‌تر بهت نگفته بودم. وقتی کوچیک بود خیلی شیطون و بانمک بود، هر کاری من میکردم میکردم، یه جورای مرادش بودم. تا یه روز روی اشتباه من از پنجره طبقه سوم افتاد پایین. از اون وقت به من تا رو ویلچره. مامان و بابام هیچ وقت من نبخشیدم، وانمود میکردم بخشیدم ولی نبخشیدم. من خودم و خودم رو نبخشیدم، همش با دیوونه بازی سعی کردم خودم گول بزنم. برای همینم نرفتی اینجا موندی؟ نه، 8 ساله جرات نکردم تو چشاش نگاه کنم. دقت کردی عشق چقدر شوره؟ آره؟ چه شوره واقعا؟ عشق دیگه همراه داره. آره، طبیعی گریه کردم، نه خوب بود. آره، شدم. خب صبحونه چی بزنیم؟ نیمرو بزنیم؟ بزن هرچی دوست داری بزن. نیمرو میزنیم. با کره یا روغن؟ تو هم داری علکی گریه میکنی. آره، اینقدر گفتی اشکم شوره شوره، کنجکاو شدم ببینم اشک منم شوره یا نه، که از گزمان تو شورتره.
آره خب دیگه شما زنین، ما مردیم، عشق خانوما حتما شد در چون سوز و گداز عشقشون میشتن. با کره من کاملا با تفسیر شما موافقم. فکر میکنم نیما جان در این نقاشی ها میخواد به ما بگه که در ذات هر انسانی یه حیوانی وجود داره. همونطور که میدونین این حرف تازگی نداره، ولی به نظر شما چرا نیما عاطف با این نقاشی ها انقدر دیده شد؟ عاطف، نیما عاطف، برای اینکه تا حالا توسط یه بچه 8 ساله این حرف زده نشده بود و ضمن اینکه با بوم و رنگ هم گفته و انتظایی که این نقاشی ها داره خانم جوانبه. خانم جوانبه، نه عاطف. به نظر شما نقاشی نیما عاطف به چه سبکی نزدیک تره؟ نیما عاطف پسر فرزاد عاطف، یعنی تو مایه های آثار پیکاسو. نه من بله دقیقا اگه اینو دارم میگم به خاطر اینکه میخوام به سادگی قضیه پی ببری. خیلی ساده است، نیما عاطف پسر فرزاد عاطف، من پدرشم و پشمانه این پسر هنرمندم. خوب شد من از اشتباه در وردی نمیدونستم. بله بله بفهمید من چیکار به شما دارم. مقداری کوبیسم و مقداری اکسپرسیونیسم و یه مقداری پس به نظر شما کمی هم به آبستره و اکسپرسیونیست پهلو میزنه. بله اگه سلام دیم. نیما جان نظر خودت راجع به نقاشی ها چیه؟ در حقیقت به دنبال کدوم حقیقت پنهانی هستی؟ بگو، بگو نیما جان، بگو که چرا نقاشی میکشی؟ بگو. چون دوست دارم. آفرین آفرین بابا، عجب جواب دندانشکن اینو دیدی؟ شکل ممکن دوست دارم. چرا نقاشی میکشی؟ دوست دارم دیگه. حالا دیگه حقیقت پنهان اینا چه بچه‌ها دوست دارن نقاشی میکشی؟ نقاشی میکنه دیگه. همچنین الهی آبستن عشق نشسته بر و جوری آبستن حوادث هستم. زیبایی ها پنگری برای زایش این حوادث به گوشه ای پهلو خواهم گرفت. بادمان ها رو بکشیم، میخوام برم خونمون دیگه، زاییدیم تموم شده. حتی من چرا لوس بازی در میاری؟ دردت چی از چه حرست گرفته؟ شما از یه چیزی حرستون بگیره لوسبازی در میارین؟ من نه، ولی تو چرا؟ این عمه بدبخت من این همه مدت وقتشو گذاشته استعداد بچه ما رو کشف کرده، اینجوری جوابشو میدی؟ من اصلا به عمه شما چی کردم؟ من اسم عمه شما رو آوردم، الان من این مردک رو دارم میگم، یه حرفا رو میزنم. آها منم تو رو نمیشناسم، نمیدونم الان داری به کی تیکه میندازی. نه من تیکم نه، من اگه واقعا فکر میکنی من منظوری داشتم من معذرت میخوام. من هیچ چی دیگه نمیگم، میرم زورقمو برمیدارم میرم یه گوشه میشینم واسه خودم چیز میکنم، به افق خیره میشم، خودمو اصلاح میکنم. خوبه؟ سلام. 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 کجا داریم میریم؟ داریم میریم یک دونه دفتر فیلم که نیما هنرپیشه ها رو ببینه. نه دیگه، عمه الان بیاد ببینه نیستش، عصبانی میشه. بذاریم فردا ببینیم. نه ببین، امروز روز آخر انتخاب بازیگر این پروژه است، بذار این تهیه کننده کارگردانه ببینن نیما خواهرزاده منه، شاید یه نقش خوبی بهم دادن. پس میخوای از بچه من استفاده ابزاری بکنی دیگه؟ با استفاده ابزاری چیه اینا هم انداخته تو دهنم تو؟ من نمیدونم، عمه مدیر برنامه های نیماست، من حوصله قرقر شنیدن ندارم. بیا بریم. بابا یعنی من حق ندارم به عنوان دایی از شهرت خواهرزادم استفاده کنم که این نفع برام داشته باشه؟ این درسته؟ من نمیدونم چی درسته چی غلطه. بابا بلایی که این روزها گریبانگیر بیشتر ما شده اینه که نمیدونیم از شبکه‌های اجتماعی چطوری استفاده کنیم. عموماً تصویری که از خودمون ارائه میدیم دروغین و ساختگیه. همه روشنفکر، متین، معترض و از همه بهترونیم. و بدتر از همه حرفای قشنگ قشنگ میزنیم ولی معلوم نیست در زندگی واقعیمون چه کارهای زشتی میکنیم. یه کار بد دیگه هم داریم. استفاده ابزاری از آدم‌های مشهور و نامی، از هر قشر و قماشی، از هر سن و جنسیتی. یکس تو خلوت اعتماد شده‌ای می‌گیریم و اونو همه جا منتشر می‌کنیم. زیرش هم می‌نویسیم من و بهترین دوستم، مثلا فلان هنر پیشه. اونم فقط برای بیشتر دیده شدن خودمون. یواش یواش داره شخصیت آدم ها با تعداد لایک هایی که توی صفحات شخصیشون گرفتن سنجیده میشه. مثل خود ما که از نیما به نحو احسن برای بالا بردن تعداد لایک هامون استفاده کردیم، بدون اینکه متوجه باشیم چقدر این طفلی رو اذیت میکنیم. البته کاش فقط همین بود. بابا جان حسنم، هنوز چیزی نکشیدی؟ نه هنوز چیزی به ذهنم نرسیده. حالا فکر کن شاید چیزی به ذهنت رسید. اگرم چیزی به ذهنت نرسید از همون قبلی ها یه دونه بکش. آخه همه گفته دیگه از اون قبلی ها نکش. نمیدونی، امجی امه رو بل کن.
بابا من پدرتم، من پشوانتم، باید به حرف من گوش بدی. اصلا اگه چیزی به ذهنت نرسید میگم همون چیزو بکش، همون خانومه که شکل ماره بکش. ها؟ سب کن سب کن، یه چیزی داره به ذهنم میرسه. آفرین آفرین آفرین. آره گفتم که یه سر به پسرم بزنم ببینم که این کارهای زیبا، نقاشی این قشنگی رو چجوری خلق میکنه. خب به هر حال بکش بابا، بکش بابا. یواشکی و بی سر صدا تو اتاق. نه نه نه، من خب نیما چون نیاز به تمرکز داره داشت بی سر صدا کار انجام میداد اینا، منم یواش اومدم یواش حرف بزنم که تمرکزش به هم نخوره. چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ بابا جان من دزدی کردم. بابا پسرم داره نقاشی میکشه، من پدرشم، من پشتوانشم. اصلا من پشتوانه دوست دارم تصمیم بگیرم نقاشیشو بفروشم. مشکلی هست؟ فرزاد خجالت بکش. به زور وادارش کنی نقاشی بکشه، بره نقاشیشو بفروشه، خجالت بکشه. من دزدی کردم مگه؟ هیچی کردم مگه؟ بفروشه دیگه، بابا آدمسم بفروشه دیگه. من دارم میگم که آقا بچه منه، من تو بعیده. نمیخوام گوش بدم، نمیخوام. من سودشو میریزم. یعنی چی سودشو میریزم؟ تو مگه چند سالش هستن که واسه اینجا کار بکنی؟ از درس و مشکلات نقاشی بکشی که تو بری بفروشی؟ حرف کلی من دو تا چیزه. نمیخوام، اصلا نمیخوام گوش کنم. حرف کلی من دو تا چیزه. یکی اینه که میگم من پدرشم، پشوانشم. میخواد بره بهش بگه. دیگه؟ اگه نگفت؟ شام مهمون تو. میخواد بهش بگه دیگه پته یا رو بریزه رو آب دیگه. سلام. سلام نیما جون، خوش اومدی. میتونم بیام تو؟ حتما بفرمایین، مهمون داریم فازی جون. حالا جون چیزی بخور، از خود پذیرایی کن. نه خیلی ممنون. چیزی شده؟ از چیزی ناراحتی؟ من دیگه نمیخوام نقاشی بکشم. برای چی هم؟ آقا همه با هم دعوا میکنن، بعد همه منو میبرن این ور اونور با هم عکس میگیرن، دیگه اصلا از نقاشی خوشم نمیاد. خب نکش، اگه دلت نمیخواد نقاشی نکش. آقا همه مبهو ناراحت میشه. برای چی باید ناراحت بشه؟ اصلا کسی نباید تو رو مجبور کنه به کاری که دوست نداری. ها آره آره، کسی حق نداره تو رو مجبور کنه. دقیقه کاری که دوست نداری انجام بدی. خب بیا از اینا بخور، من از این رنگش خیلی خوشم میاد. آره منم این رنگش رو دوست دارم. خوبه؟ فقط شما منو اذیت نمیکنین، بقیه منو اذیت میکنن. خالی کسی دوست نداره تو رو اذیتت کنه، حتما حواسشون نبوده. همه تو ساختمون تو رو دوست دارن، تو رو، مازیار رو، سارا رو. اما تقصیر شما نبود که من تصادف کردم، تقصیر خودم بود. بعدش هم من دیگه از ماشین نمیترسم. پسر یکی از اقوام ما تصادفی بازیگر شده. یه گروه فیلمسازی اومده بودن تو مدرسه تا از بچه ها تست بازیگری بگیرن که این بچه رو انتخاب میکنن. بعد از پخش اولین فیلمش کار بچه گرفته و چند تا پشت سر هم فیلم بازی کرد. خدایی هم خیلی با استعداده. اما امان از دست پدر این بچه که چه سوء استفاده‌ای ازش میکنه. به جای اینکه بهش پروبال بده و کمک کنه در آینده سوپر استاری بشه، برای خودش کاری کرده که بچه از بازیگری متنفر شده. به خاطر درآمدش بچه‌شو مجبور میکنه همزمان سر چند تا کار بره. تازه وقت استراحت بچه هم اونو این اداره و اون اداره میبره تا کارمندا پارتی بازی کنن و کاراشو راه بندازن. فقط یه لحظه که تصور میکنم ممکن بود چه بلایی سر این طفل معصوم بیاد، تمام بدنم میلرزه. وای خدا چقدر دوستتون داشته. خوشبختی از این بالاتر؟ خدا نصیب هیچ کس نکنه. هیچی بدتر از این نیست که ناخواسته باعث نقص عضو یکی بشی، مخصوصا که اون یکی از اعضای خانواده یا نزدیکانت باشه. من به شخص حاضرم هیچی نداشته باشم، ولی یه تار مو از سر هیچ کدوم از اعضای خانوادم کم نشه. خب حالا شمام خیلی سخت میگیرین. چی میشه پسرتون چند تا تابلو بکشه باباش پولشو به یه زخمی بزنه؟ مگه چی ازش کم میشه؟ زنده بودن حرکتی افقی است، از گهواره تا گور، و زندگی کردن
حرکتی عمودی است از زمین به آسمان. گفتم یه خوابی دیدم، خواب دیدم از تمام دنیا بریدم و رفتم روی بلندی وایستادم و رو به آسمون فریاد میزنم، دارم از خدا گله میکنم که چرا دستمو نمیگیری، چرا کمکم نمیکنی رو همون پیدا کنم، چرا هوای منو نداری. تا اینکه یهو یکی دستمو گرفت، جا خوردم، برگشتم دیدم نیماست. بهم گفت مامان، خدا امروز یکی از فرشته‌هاشو فرستاده بود پیش من. فرشته به من گفت به مامانت بگو خدا خودش میدونه هوای بنده‌هاشو چه جوری داشته باشه. این خوابو همون شبی دیدم که روزش ماشین به نیما زده بود.